سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر پاییزی و سرد واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. چون دوشنبه شبهای 10 سال اخیر در تفسیر خبر میپردازیم به آنچه که در عرصه حقوق انسان ایرانی، یا بهتر است گفته شود نقض حقوق انسان ایرانی در حکومت فقیه در ایران میگذرد. اعلام منشور حقوق شهروندی توسط دولت شیخ پرزیدنت حسن روحانی، آیا این یک انشای بدون ضمانت اجرایی است آنگونه که بسیاری در تهران میگویند، یا دولت حسن روحانی در نظر دارد اقداماتی ولو ناچیز در جهت تأمین حقوق انسان ایرانی در حکومت فقیه بردارد؟ همزمان با انتشار منشور حقوق بشر دولت حسن روحانی، گروهی از بانوان ایرانی در برابر زندان اوین مورد ضرب و شتم گزمهای حکومتی قرار گرفتند. آنان از هواداران و پیروان آقای محمد علی طاهری هستند و همزمان گزارش های متعدد حاکی از آن است که شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی ادامه دارد و گروه دیگری از روزنامه نگاران و هنرمندان در شهرهای مختلف از جمله دو هنرمند در آبادان بازداشت شدند. خبرها در مورد نقض حقوق بشر در ایران بسیار در میان خواهیم گذاشت با خانم دکتر دریا صفایی، فعال حقوق بشر در بروکسل بلژیک. به آگاهی شما عزیزان میرسانم، همونطور که در چند برنامه اخیر نیز اطلاع دادیم، همزمان با پخش زنده برنامه تفسیر خبر میتوانید این برنامه رو روی کانال های فیسبوک و یوتیوب تفسیر خبر نیز مشاهده کنید. نظری دارید درباره موضوعات برنامه با ما در میان بگذارید با شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیون میبینید و همینطور کیفیت دریافت صدا و تصویر برنامه رو روی کانال فیسبوک لحظه به لحظه میتونید گزارش کنید و پاسخ دریافت کنید. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر همراه با خانم دکتر دریا صفایی. خانم دکتر دریا صفایی، همونطور که اشاره کردم در برنامه پیشین، دکترا دارن در دندانپزشکی، دندانپزشک حاذقی نیز هستن. این رو من اشاره کنم، در ایران بهتر از من در جریان هستید که بانوان چگونه مورد بی احترامی حکومت قرار دارن و مورد ضرب و شتم حتی قرار میگیرن در محیط های مختلف، در کوچه و خیابان، و بسیاری از بانوان ایرانی که سخن از حقوق مردم ایران گفتند در زندانهای حکومت ایران به سر میبرند، اما در خارج از ایران. خانم دکتر دریا صفایی که بازتاب دهنده خواستها، مطالبات و رنجهای مردم ایران به ویژه بانوان در عرصه‌های بین المللی بودند، گوشهای شنوای بسیاری را متوجه آنچه که ایشون گفتند و میگویند ساختند و چشمهای بسیاری از مجامع بین المللی رو متوجه آنچه که در ایران در مورد نقض حقوق بشر میگذرد ساختند. به همین مناسبت سنای بلژیک جایزه بانوی صلح رو به ایشون اهدا کرد، جایزه ای که میشه تعبیر و تفسیر کرد اهدا شده به همه بانوان ایرانی. از جهتی میبینید گوشه ای از مراسم برگزار شده در سنای بلژیک. Ze doet dit door een boek te schrijven
سلام به شما خانم دکتر دریا صفایی گرامی. درود بر شما آقای چالنگی عزیز و درود به بینندگان عزیز برنامه‌تون. از خود شما می‌پرسیم، آیا این تعبیر درستی است که این جایزه اهدا شده عملاً به بانوان ایرانی، به شما به عنوان یکی از سخنگویان برجسته آنچه که بانوان ایرانی در جمهوری اسلامی میگه؟ اتفاقا چه تعبیر قشنگی کردید، دقیقا همون چیزی که من خودم فکر میکنم که در واقع این هدیه، این جایزه اهدا شده به تمام جامعه مدنی ایران که سالهای اخیر سعی کردن صداشون رو به گوش جهانیان برسونن. و خب منم خوشحال بودم به عنوان کسی که تونستم نقشی در همین رساندن صدای زنان و مردان ایرانی به خارج از مرزهای ایران تلاش کردم. خوشحال بودم که تونستم در واقع به نمایندگی این جامعه مدنی این جایزه رو دریافت کنم و در واقع بهترین تعبیر رو خود شما کردید از این جایزه. اهمیت این جایزه در چی هست خانم دکتر صفایی؟ اهمیت این جایزه دقیقاً در برسمیت شناختن همین جامعه مدنی که سالها زیر فشارهای مختلف جمهوری اسلامی از پا ننشست و تلاش کرد در اینکه زنده بمونه. درسته که بسیار سرکوب بالاست، درسته که بسیار در واقع پیکر این جامعه مدنی دائماً مورد حمله قرار میگیره و خسته و فرسوده است، اما همچنان زنده و پرتلاشه. من فکر میکنم زیبایی این مسائل اینه که در واقع به رسمیت شناختن این جامعه مدنی کمک میکنه به اینکه مردها و زنهای ایران به تلاششون ادامه بدن و بدونن که تمام کارهایی که کردن بی نتیجه نبوده و جامعه جهانی نمیتونه چشمش رو به نقض حقوق بشر در ایران، به وضعیت کنونی ببنده. و در واقع این خیلی مهمه که ما بدونیم که تنها نیستیم و ادامه بدیم به همون کارهایی که سالهاست با سعی میکنیم زنده نگه داریم و تلاش براش میکنیم. خانم دکتر صفایی، من یک پرسش دارم و اون این که ببینید، برای بینندگان من یک توضیح کوتاهی بدم. خانم دکتر دریا صفایی به تنهایی آغاز به فعالیت کرد، سختی های بسیاری رو متحمل شدید، به مسابقات بین تیم‌های والیبال ایران و تیم‌های دیگه رفتین، اعتراض شما این بود که چرا بانوان به سالن‌های ورزشی راه داده نمیشن. در آغاز تنها بودید، من شاهد بودم که چه سختی‌هایی رو متحمل شدید، بسیاری مخالفت می‌کردن و مانع تراشی می‌کردن و همه اینها بود. علی‌رغم این موضوعات شما پی گرفتید، خانم دکتر دریا صفایی پی گرفت مسیری رو که هدفی رو که داشتید و رفتید و به این جایی رسیدید که امروز از نظر شخصی شاید زحمات که نه قطعا زحمات بسیار برای شما داره، اما از نظر هدف که داشتید در ارتباط با مردم، خواست مردم ایران رو بازتاب دادن، حقوق مردم ایران رو مطرح کردن، گوشها و چشمهای بسیاری میلیونها رو به طرف خود شما حرفتون متوجه ساختید. سوال من اینجاست که میبینیم یک فرد از یک نقطه آغاز میکنه و به جایی میرسه که سنای بلژیک در هزاران مشکی به موضوعی که در اروپا هست دقایق و بلکه ساعتی رو درنگ میکنه و جایزه اهدا میکنه به یک بانوی ایرانی به عنوان بانوی صلح به خاطر فعالیتی که میکنه و مسائل مربوط به ایران. چگونه رمز این مسیر، یعنی این موفقیت رو در مسیر به خواستای مردم ایران، شما خودتون در چی میبینید؟
چون بسیاری به اقداماتی دست زدن ولی به جایی نرسیدن متاسفانه. خب من فکر میکنم یکی از مهمترین نکات اینه که من سعی کردم چهره دیگری از ایران رو نشون بدم، چهره‌ای که چهره واقعیه ولی همیشه کتمان شده، همیشه قایم شده، یعنی چیزی که شاید دنیا توی تلویزیون و رسانه ها و چیزایی که به دستش میرسه اصلا اون چهره مردم ایران رو نبینه. من در واقع سعی کردم از ورزشگاه ها به عنوان نمادی از جامعه استفاده کنم و سعی کردم با تکیه بر این که زنها در ورزشگاه های ایران غایب هستند این نکته رو بیان کنم که زنهای ایران از تمام جامعه سعی میشن حرف بشن، گرچه خودشون سال هاست که قوی و محکم ایستادن در کنار مردان و میگن که ما دوست داریم به عنوان شهروند درجه دو شناخته نشیم. خب در دنیای کنونی چه چیزی مهمتر از این که یک انسان و انسانهای دیگه دنبال این هستند که در واقع حقوق شهروندی برابر داشته باشن، با شهروند یک کشور هستن و خواهان برابری هستن. این برابری خواهی به دیدگاه همه آدم ها زیباست و حق طبیعی انسان هاست، چیزی که خب اینجا هم خیلی بهش ارزش میذارن، چون که به خصوص در دنیای کنونی در واقع با همون ایدئولوژی که پشت این تبعیض جنسیتی هست دنیای کنونی مورد حمله قرار گرفته و اینکه کسانی هستند در دنیا که همچنان در واقع مخالفت خودشون رو با این تبعیض جنسیتی به عنوان اینکه زنها انسان هستند و همچنین به عنوان نمادی از تمام اون افکار تندرو و ایدئولوژی که دنیا رو در واقع مشوش کرده و وقتی اون مسائل به این شکل بیان میشه برای اینها اونقدر مهمه که بگن که ما جامعه مدنی ایران رو به رسمیت میشناسیم و در واقع این چیزیه که اونها خواهان اون هستن. وضعیت بهتر در ایران به خاطر خود شهروندان ایرانی و به خاطر صلح و آرامش جهان در واقع. من به عنوان یک ناظر میتونم فقط یک نکته رو اضافه کنم به سخنان شما، این که آن در این مسیر آنچه که اقدام کردید، آنچه که خواستید برای خودتون نبوده و برای جامعه مدنی و مردم ایران بوده. شاید این یکی از رازهای موفقیت هست برای اینکه توجه داده بشه افکار عمومی جهان رو به وضعیت انسان ایرانی در جمهوری اسلامی. چون در واقع این همون چیزیه که من همیشه میگم وقتی که صحبت میکنم از اینکه یک زندانی فقط دوست داره که در زندان که هست، من این خاطره خودمه، دوست داره که فراموش نشه. یعنی وقتی من فکر میکردم به اینکه من گوشه زندان افتادم برای اهدافی که دنبال میکردیم همه با هم، فقط تنها چیزی که بهش فکر میکردم این بود که بقیه هممیهنانم و جهان امثال ما رو فراموش نکنه. خب مسلما این وظیفه تک تک ما هاست به عنوان اینکه هممیهنانمون الان در وضعیت دشواری به سر میبرن، نه تنها در داخل زندان‌های ایران بلکه در واقع در کل مشکلاتی که به صورت روزمره باهاش مواجه هستن. من فکر می‌کنم این اهمیت دادن به این مسائل و بازگو کردن اینکه چگونه ایرانی‌ها همچنان روی پای خودشون ایستادن و با این مشکلات مبارزه می‌کنن چیزیه که توجه جهانیان رو به خودش جلب می‌کنه و براشون بسیار در واقع قابل احترامه. گفتگو میکنیم با خانم دکتر دریا صفائی در بروکسل، بلژیک. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر. خانم دکتر صفائی، ببینید صحبت از حقوق شهروندی بود. آقای حسن روحانی، شیخ پرزیدنت حسن روحانی آمده و منشور حقوق شهروندی رو امضا و ابلاغ کرده که از جمله ایرانی ها حق زندگی شایسته دارن، حق آزادی بیان دارن و بسیاری از مواردی که در حقوق شهروندان به طور طبیعی باید انسان ها داشته باشن در این منشور هم آمده. اما صحبت بر سر اینه که آیا ضمانت اجرایی هم داره؟
چون این منشوری، یعنی یا اینکه فقط یک انشای نسبتاً بدی نیست از نظر توجه به حقوق مردم ایران. تا چند اندازه حقوق شهروندی در حکومت جمهوری اسلامی بعد از این منشور پیش بینی میشه که رعایت بشه؟ ببینید، در واقع این چیزهایی که اینها همیشه میگن، بارها و بارها خود آقای روحانی و ظریف وقتی که حتی به خارج از کشور آمدن بارها بارها گفتن که ما کسی رو به خاطر عقیده در زندان نداریم. خب این یک دروغ بزرگه. یعنی این رو بگن یا این رو بنویسن یا هر چیزی که بخوان چیکار، این که حقیقت نداره. چون در واقع اینا میگن که دلیل اینکه اونها تو زندانن اینه که یه کار دیگه کردن، مثلا مثل اینکه معمولا به همه میبندن که جاسوس هستش، ولی ما خودمون میدونیم که آدمایی که توی زندان هستن بسیاری از اونها دلایلش اینه که در واقع اینها زندانی عقیدتی هستن. ما الان زندانی هایی داریم که به خاطر باورشون، باور به چی تازه؟ باور مثلا به برابری حقوق شهروندی انسان ها، باور به اینکه کودک باید نباید کار کنه، ما نباید کودک کار داشته باشیم، اینها مسئولیت جامعه و حکومتی که کودک کار، کودکان خیابانی در واقع زندگیشون بهتر بشه و بهبود پیدا کنه. به این دلایل ما انسان در زندان داریم. به این دلیله که امید علیشناس، آتنا دائمی الان توی زندان هستن، یا به دلایل دیگه‌ای که مثل مثلا نواختن موسیقی. اصلا چیزها، کسانی که الان در زندان ما هستن، یا همین آقای طاهری که در واقع به خاطر یک کاری که انجام داده، اصلا مشکل اینه که یک عقیده و باوری رو داره و این رو میکنن زندان و از این داستانهایی میسازن و آخرش هم میگن ما اصلا کسی رو به خاطر باور و عقیده در زندان نداریم. حالا میتونن هر چی دلشون میخواد روی کاغذ بنویسن، هر چی دلشون میخواد بگن که الان این حقوق شهروندی، ولی جز دروغ چیز دیگه نیست و ما تمام اینها رو همیشه تجربه کردیم. تازه جالب اینجاست که حتی اصلا در این مسائل و مشکلات اصلا بیان نمی کنن به اینکه حقوق شهروندی، ما شهروند درجه دو داریم. در واقع زنان ما از برابری حقوق برخوردار نیستن. مسلما که هر کسی یا هر چیزی، هر شیئی یا هر حیوانی یه حقوقی بهش دادن، ولی حقوق برابر، حقوقی که یک شهروند در کشور ما داشته باشه، به بسیاری داده نشده. به کسانی که مذاهب دیگه ای دارن داده نشده. کسانی هستن که مذاهبشون، اصلا مذهبشون در واقع یعنی اصلا به رسمیت شناخته نشده، یا زنها که اصلا حقوق برابر ندارن و شهروند درجه دو هستن. اینهایی که الان اینها یادداشت کردن دوباره نوشتن، یه دکوراسیونیه در واقع برای اینکه بگن ما بیکار ننشستیم، در صورتی که هیچ ضمانت اجرایی نداره و ما این رو خودمون مطمئن هستیم که اصلا من نمیدونم اصلا چقدر توجه میکنن به این مسائل. نوشتن 4 تا جمله کمکی به مردم نمیکنه، کمکی به برابری حقوق نمیکنه. حقوق برابر شهروندی و ضمانت اجرایی اون چیزیه که در واقع همچنان وجود نداره. بسیاری هم معتقد هستن که اینو آقای روحانی منتشر کرده، در آغاز وعدهش رو داده بود اما در چند ماهی مونده به انتخابات، به هر حال یک نوع تبلیغات انتخاباتی برای خود ایشون میتونه باشه. این نظر بسیاری هست حتی در تهران. اشاره کردید به بازداشت ها. دو هنرمند، آقای حسن موسوی و رئوف دلفی، دو هنرمندی که در آبادان هستن، 5 روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. نهادی که اونها رو بازداشت شده معلوم نیست کیست، کی هستن. بستگان این دو هنرمند خبری ندارن. روزنامه‌نگار هستن، منتقد و بازیگر تئاتر و شاعر. آقای رئوف دلفی عضو انجمن شعر آبادان و همونطور که اشاره کردید بسیار هستند. خانم آتنا دائمی، ارجنگ داودی، ضیا نبوی، کاظمنی بروجردی، زینب جلالیان و هم صدها نفر دیگه، بلکه هزاران نفر دیگه در تهران، مجید مقدم و شهرستانهای ایران. در مورد زنان صحبت شد. در اینجا خانم دکتر صفائی که آمدند و گفتند، یکی از کسانی که به عنوان دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی ازشون نام برده شده، زهرا سجادی، و گفتند که خیر، اساسا سن ازدواج میتونه زیر 13 سال باشه در مناطق گرمسیر و در تهران و جاهای دیگه. ما گزارش هایی داشتیم که زیر 10 سال هم ازدواج های بسیاری در ایران انجام میشه. ایران به کجا میره با ادامه چنین وضعی از نظر حقوق زنان به ویژه؟
بله واقعا یه چیزی که خیلی غم انگیزه اینه که این متاسفانه این آمار سال به سال رو به افزایش هم هست. ببینید در حقیقت این که جدیدن آمار در اومده که سال گذشته 43,000 ازدواج بین 10 تا 15 ساله ما داشتیم در ایران. اینها نشان دهنده در واقع اینه که حتی کودکان ما وقتی که دختر باشن چقدر در معرض خطر هستن و چقدر قانون ازشون حمایت نمیکنه. بله درسته، در واقع ما در سال 53 تصویب شد که سن ازدواج 18 سالگی باشه، چه برای دختر چه برای پسر. ولی خب از اون سالها خیلی اتفاقات ناگواری افتاد و در واقع بعد از انقلاب این سن اومد به سنی که در واقع شریعت قبول میکنه. بعدش اومدن دوباره گفتن که سن ازدواج باشه 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسر، ولی حتی این رو رعایت نمیکنن به این شکل که دفترخانه ها در واقع حتی زیر 13 سال دختر رو هم ازدواج میدن. خیلی از این ازدواج رو اصلا ثبت نمیشه، با خواسته پدر اصلا سن ازدواج مطرح نیست. حتی من بهتون بگم که در یک سری شهرستان هایی هستش که مراسمی وجود داره به نام نافبری که در واقع اصلا نوزاد که به دنیا میاد نافش رو به اسم کس دیگه میبرن و تقریبا در خیلی از این موارد این ازدواج در وقتی که دختر بزرگ شد به اجازه پدرش اتفاق میفته. میخوام بگم که اوضاع همینطور رو به وخامت گذاشته. چرا؟ چون که اولا که حتی 13 سال هم ضمانت اجرایی نداره، دفترخانه هایی که خطاکارن اصلا باهاشون برخورد نمیشه، پدرم که صاحب در واقع دخترش هستش یعنی ولیه و دارنده ولی دمشه، حتی یعنی اگر پدری دختری رو بکشه حتی کسی کارش نداره چون اون دارنده جان اون انسانه، چه برسه به اینکه خب تصمیم بگیره که در چه سنی که اصلا مهم نیست قانونی باشه یا نباشه این ازدواج داده بشه. و متاسفانه اونجوری که خیلی بیان میشه این مسئله، بله قسمت زیادیش به فقر ربط داره، قسمت زیادیش هم به این ربط داره که همینطور این افکار زن ستیز داره گسترش پیدا میکنه و در واقع یه جورایی مثل اینکه بعضی از جاها در واقع یه جوری هنجار میشه و اصلا چون قانونم باهاش مخالفتی نمیکنه و سرکوبش نمیکنه این همینطور داره گسترش پیدا میکنه. سال 93 21,000 دختر و پسر طلاق گرفته شده داشتیم زیر 18 سال. شما میدونید یعنی این آماری که داره همینطور گسترش پیدا میکنه، زیر 18 سال اصلا سنی نیست، مثلا یک دختر چطور میتونه زیر 15 سال یا زیر 10 سال ازدواج کنه؟ حتی بدن این آدم آمادگی شرایط مادر بودن یا همسر بودن را هنوز پیدا نکرده. شما ببینید که به جای اینکه در واقع آیا این نکته ها اصلا درک میشه در اون چیزهایی که آقای روحانی مثلا میخواد بهش رسیدگی کنه، اصلا مهم نیست که در واقع زنها چه دشواری هایی رو باهاش مواجه هستن و چه بلایی داره سرشون میاد، از چه سنی اینها دارن به این مصیبت دچار میشن، بعد اون وقت ادعا میکنن که بله ما راجع به حقوق بشر صحبت میکنیم و بهش میپردازیم، واقعا جای درده. یعنی از طرفی آقای حسن روحانی مطیع کامل ولی فقیه هست، همونطور که بارها گفته که تمام امور مردم از تولد تا رفتن از این جهان در دست ولی فقیه هست به اعتبار آنچه که برای خودشون قائل هستن، ولایت فقیه و بقیه اطرافیان ایشون، از یه طرف مطیع کامل ایشون هست و از طرف دیگه صحبت حقوق شهروندی، دو موضوع کاملا متضاد. اما این خانم سجادی، زهرا سجادی، که به عنوان دبیر زنان فرهیخته ازشون اسم برده میشه، راجب دختران و بانوان مثل نباتات صحبت میکنن، یعنی میگن در مناطق گرمسیری حتی زودتر میشه مثلا دخترهای زیر 13 سال به اصطلاح خونه شوهر فرستاد. یعنی فقط همین مسئله، درست که هی مرتب میگن نباید به مسائل جنسی توجه کرد و معنویات و اینا، خیلی از این صحبت ها میکنن، ولی عملا برای خود آقایون و خانمان فرهیخته، البته مثل خانم زد سجادی، فقط مسئله جنسیت هست یا مثلا فرض کنید همین مسئله مربوط به بلوغ و اینها مطرح هست در ازدواج، که میگید در مناطق گرمسیری حتی زیر 13 سالگی هم دخترها برای ازدواج مناسب هستن و میشه ازدواج کرد. این نوع نگاه به زن رو، این نوع نگاه به دختر رو، این نوع نگاه به ازدواج رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ اونم در
حکومت مدعیان معنویات. دقیقا چیزی که در داوره اینه که اصلا یک کودک شرایط ذهنیش رو در نظر نمیگیرن، یعنی در واقع اون رو به عنوان یک انسان نگاه نمیکنن، اون رو به عنوان میدونید نگرشی که به یک زن دارن بسته به یک مرد هستش، به عنوان یک موجود مستقل به این موجود نگاه نمیشه. اینکه زن یک موجودیتی داره در سنین کودکی، یک کودکه، حتی اگر که شما فکر میکنید از لحاظ جسم در مناطقی هستش که سریعتر این انسان رشد کنه بزرگتر بشه، ولی متوجه نیستن که این زیر سایه حقوق کودک تا زمانی که بتونه از بلوغ فکری برخوردار بشه. در واقع همیشه بزن به عنوان یک کالا و یک ابزار برای استفاده مردها نگاه میشه و اینکه اصلا یک زن موجودی مستقل نیست. و هر وقت که میخوای از یک زن صحبت کنی، اینجا باید یا حرف پدرش باشه یا حرف بعد از اینکه ازدواج کرد حرف همسرش باشه. تعلق داره، یک موجودی که زنه تعلق داره به پدر که ولی دمشه، گفتم دارنده جان اون دختر هست، و پس از اینکه ازدواج کرد تمام اجازه و هر کاری که باید بکنه موجودیتش بسته میشه به شوهرش. در واقع هیچ وقت زن به عنوان یک انسان مستقل، انسانی که دارای عواطف و بلوغ فکری، همون بلوغ فکری که دیگر موجودات در سنین خاص دارند، نگاه نمیشه و فقط به حالت ابزاری به این موجود نگاه میشه. زمانی که آماده است برای اینکه ما ازش استفاده کنیم باید ازش بهره مند بشیم، حالا چه برای تمیز کردن خانه، کارهای خانه، و چه برای آوردن فرزند و هر چیز دیگه. در حالی که اصلا متوجه نیستن که کودکانی که در سنین پایین به ازدواج کسی درآورده میشن چقدر در معرض خشونت‌های روانی هستن، چقدر در معرض خشونت‌های فیزیکی و خانگی هستن، تحصیل دیگه نمی کنن، یعنی اکثرشون از تحصیل دست می کشن و در واقع آیندهشون، آینده مستقلی هرگز نخواهند دست نخواهند یافت. خانم صفایی، راهی رو که شما در عرصه بین المللی پیمودید، در آغاز اگر تنها بودید، امروز میبینیم بازتابی پیدا میکنه در حتی در ایران هم، در جامعه ورزشی ما میبینیم صدای بسیاری از ورزشکاران ما از جمله آقای شجاعی، رحمتی و بقیه در مورد زنان راه یافتن اونها به استادیوم ها به گوش میرسه. این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنید به طور کوتاه؟ خب مسلما این خیلی خوبه که اونها در این مورد حرف بزنن، چرا که مسلما خیلی هاشون اینگونه فکر میکنن، چی بهتر از اینه که همه اونا که بازی میکنن مردها و زنها بتونن همه با هم از بازی اونها لذت ببرن. خودتون بهتر از هر کسی میدونین که مردم ایران مثل حکومتشون فکر نمیکنن و بسیار 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 جلوتر از حکومتشون بودن، هستن و خواهند بود. و در واقع کاری که شجاعی میکنه که خیلی قابل احترامه اینه که راجع به اون چیزی که فکر میکنه حرف میزنه و این خیلی خوبه که اون حرفی که اون میزنه به عنوان یک در واقع کسی که محبوب آدم ها هستش، به عنوان کسی که پسرها و دخترهایی که الان در حال بزرگ شدن هستن اون رو به عنوان یک مدل نگاه میکنن، فرهنگ سازی میکنه و اینکه در جامعه وقتی گسترش پیدا میکنه، چون ببینید هر کسی ستاره های محبوبیت خاص خودشون رو دارن و کسی که میدونه مسئولیت اینکه یک ستاره است با بیان حرفهاش چقدر میتونه کمک کنه به اینکه یک آینده بهتری ساخته بشه و این کار رو میکنه با تمام خطراتی که میدونه براش داره، باید بدونه که مردم ما همیشه پشتش خواهند بود. و این اتفاقی که در واقع افتاد بعد از اینکه شجاعی این حرف رو زد، کمیته اخلاق فدراسیون خواستش ولی با حمایت‌هایی که واقعا به صورت گسترده، حتی اون عکسی هم که رحمتی با اون خانومی گرفته بود که در واقع میگفتن چرا هوادار شما که لباس پوشش حجاب نداره، شما چرا با اون عکس گرفتید؟ و در واقع باز دایی اومد و گفتش که مگر این هواداران ما بیماری ویروسی دارن یا ما بیماری ویروسی داریم که از هم فرار کنیم؟ این وظیفه ماه که با هوادارانمون عکس بگیریم. میدونید اینکه اینها پشت هم در اومدن، اینکه در واقع نذاشتن
تکزنی بشه. مشکل ما همیشه اینه که جمهوری اسلامی اگر ببینه صداهای مختلف از جاهای مختلف میاد، دیگه قدرت اونو نداره که سرکوب کنه. و خوشبختانه در دنیای ورزش این اتفاق افتاد و خیلی خوبه که ما میدونیم که اونها به فکر زنهای ایرانی هن و اونها هم باید بدونن که زنها و مردهای ایرانی واقعا پشت اونها هستن و حمایت میکنن این کاری رو که اونها برای اونها آدمای مردم ایران انجام میدن. سپاس بسیار خانم دکتر دریا صفائی، با سپاس و تبریک به شما و جامعه مدنی که به راستی و فعالان جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر که به راستی و به طور خالصانه چون شما برای تأمین حقوق بشر در ایران فعالیت دارند. سپاسی دوباره. خوشحالم از اینکه در خدمت برنامه‌تون بودم و از این فرصت استفاده می‌کنم که پیشاپیش شب یلدا رو به شما و هم میهنان عزیزم شاد باش بگم. امیدوارم که شب یلدای در واقع ایران هم به پایان بیاد و شاهد زادروز خورشید در ایران عزیزمون باشیم. خدا نگهدار. با امید فردایی بهتر پی می‌گیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. بینندگان عزیز، همونطور که اشاره کردم، میتونید به طور همزمان روی کانال فیسبوک و یوتیوب ایران فردا نیز برنامه تفسیر خبر رو تماشا کنید. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای رضا ذوقی از زندانیان پیشین در کهریزک در جریان آنچه که جنبش سبز نامیده شد. سلام به شما آقای رضا ذوقی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای چالنگی، همکاران محترمتون و همچنین بینندگان عزیز که صدای منو میشنوند. من از آقای ذوقی خواهش کردم که با ما باشن در ارتباط با یکی از همبندان یا کسانی که به طور همزمان زندان بودن با ایشون، آقای مجید مقدم در کهریزک. باز هم به زندان رفته، به زندان فراخوانده شده و در زندان به سر میبره. چرا آقای ذوقی؟ خب عرض شود آقای چالنگی، به هر حال خب اون جایی که ما بودیم توی کهریزک بسیار حساس بود که خیلی فضا امنیتی بود بعد از اینکه ما آزاد شدیم و حتی اون روز اولی هم که ما از کهریزک به زندان اوین رفتیم آقای مرتضوی اومدن و از ما خواستن که از جزئیاتی که اتفاقاتی که توی کهریزک افتاده سخنی نگیم جایی و افشا نکنیم و بعد از اینم که آزاد شدیم خب ما تصمیم گرفتیم که به صورت دستشمی شکایت کنیم علیه عاملین و عاملین کهریزک. اما خب این همیشه ما در حال تهدید شدن بودیم که از صحبتی نشه از کهریزک. به هر حال ما اون کار خودمون رو انجام دادیم، شکایتمون رو کردیم، افشا کردیم از جزئیات اتفاقاتی که توی کهریزک افتاده بود. اما خب همیشه این تهدیدات برای ما بود و من هم به خاطر همین تهدیدات بود که مجبور شدم از ایران خارج بشم. اما مجید مقدم داخل ایران به فعالیتاش ادامه داد با خانواده های کشته شده ها، خانواده های بازداشتی های کهریزک به هر حال در ارتباط بود، فعالیت مدنی و سیاسی خودشو داشت و در نهایت محکوم شد به اینکه اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. این اتهاماتی بود که به مجید مقدم وارد شد و به همین خاطر در نهایت 3 سال حکم حبس گرفت که در حال حاضر در زندان اوین هست. شما از مردم در ارتباط با مجید مقدم آیا خواستی دارید؟ آیا از مردم کاری ساخته هست که بشه از اونها خواست که حمایت کنن از مجید مقدم و زندانیان سیاسی به طور
آقای چالنگی، با توجه به رسانه‌های اجتماعی که الان در اختیار همه مردم هستش، خب اطلاع رسانی ها خیلی خوب شده، مردم خیلی حمایت میکنن، اما نمیدونم واقعا دلیلش چی هستش که همه چی متمرکز شده روی یک گروه خاصی، روی تعدادی افراد خاصی. برای مثال خب مجید مقدم کهریزک بوده، ما همه محکوم بودیم که از کهریزک زنده نیاییم بیرون، خب اومدیم بیرون و مجید مقدم شجاعتشو داشته، شهامتشو داشته که پیگیری کنه پرونده کهریزک تا اونجایی که میتونسته، تو دادگاه حضور پیدا کرده، با خانواده ها دیدار کرده، به هر حال فعالیتش رو ادامه داده. اما متاسفانه الان بیش از یک ماه هستش که برای روند حبسی که بهش خورده داخل زندان هست، ولی خب کمتر رسانه‌ای بهش اشاره شده و یه مقدار نامهربان بودن با مجید مقدم. خواسته من این هستش که به هر حال مجید مقدم هم به خاطر کهریزک هستش که الان در زندانه و باید حمایت بشه، نه مجید مقدم، از تمام افرادی که به هر حال برای فعالیت‌های سیاسی و مدنیشون داخل زندان هستن، نباید معطوف بشه به چند نفر خاص. این خواسته من از حالا بینندگان و همکاران عزیزتون هستش که به هر حال همه افراد یکسان دیده بشن و به همه پرداخته بشه و مجید مقدم هم یکی از همین افرادی هستش که کمتر جایی روی اخبارش کار شده و خب این یه مقدار خوشایند نیستش که اخبار فقط معطوف بشه به چند نفر خاص. البته ما در برنامه تفسیر خبر دوشنبه ها که مربوط به حقوق بشر هست که چه در دوره قبل در صدای آمریکا و چه در دوره جدید در ایران فردا، مسئله نقض حقوق بشر برای این برنامه هرگز مرزبندی عقیدتی نداشت. از عابد توانچه گرفته زندانی مارکسیست، زندانیان اقوام مختلف، زندانیان با افکار مختلف تا زندانیان مذهبی، حتی هر که در هر کجا بوده به خاطر حقوق بشر مورد ظلم و زندان و شکنجه قرار گرفته، تا اونجایی که برنامه وسعت داشته تفسیر خبر ما همواره بازتاب داریم بدون هیچ مرزبندی عقیدتی و یا سیاسی. اما خیلی کوتاه بفرمایید که آیا آماری هست که چه تعداد از افراد مربوط به کهریزک، زندانیان پیشین کهریزک، الان در زندان هستند در جاهای مختلف؟ آقای چالنگی، از بچه های کهریزک، یعنی از اون اکیپی که ما بودیم، یعنی که بعد از اون منجر شد که کهریزک تعطیل شد، تنها الان مجید مقدم در زندان هستش. و یه نکته هم من خواستم اینجا اضافه کنم به این که خب ما زمانی که به هر حال آزاد شدیم و بعد از اون شکایت ها و دادگاهی ها، از ما تعهدهایی گرفته شده بود که نباید در رابطه با کهریزک صحبت کنیم. حتی توی یه دوره زمانی رفتن به سر مزار کشته شده های کهریزک هم برای ما ممنوع شده بود و خب این محدودیت ها بوده. حالا یه فردی مثل مجید مقدم وقتی میاد این تعهداتش عمل نمی کنه و به خاطر همه اینا، به خاطر این هستش که خب کهریزک و کهریزک ها فراموش نشه و اینکه مردم بدونن چه جنایاتی رخ داده و چه جوانایی کشته شدن توی این کهریزک، مردم فراموش نکنن این قضیه رو و اینکه خب تلاشی باشه برای اینکه در آینده ما شاهد کهریزک ها نباشیم در جمهوری اسلامی. سپاسگزار هستیم و با همین امید پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. سپاسی دوباره از شما آقای رضا ذوقی عزیز.
حتما با خبر شدید، به خصوص علاقمندان به تئاتر، که جعفر والی هنرپیشه، هنرمند تئاتر و سینما و البته در تئاترهای تلویزیونی و سریالهای تلویزیونی هم بازی داشت درگذشت. والی بیش از 50 سال در عرصه هنر، تئاتر و سینما و البته پیشتر تئاتر پیش از سینما فعالیت داشت. کارهای چندی من از والی بر صحنه دیده بودم، درباره اونها که البته بازیگر بود نقدهای نوشته بودم. بازیگر خوبی بود در بعضی از نقش‌ها و قابل تأمل بود نکاتی رو که در نوع بازیگری خودش داشت، در اون نوع بازیگری که کم و بیش هم نسلان جعفر والی به یک شیوه و یک سبک بازی میکردن، هر کدوم سعیشون بر این بود که یک نکاتی رو مثل آقای نصیریان یا انتظامی یا بسیار دیگه ویژه خودشون عرضه کنن بر صحنه. والی هم استثنا نبود از این روال. البته استثنایی ترین پرویز فنیزاده بود، روانش شاد، که آنچه که داشت ویژگی های کار خودش بود. روان والی نیز شاد. خاطره رو از اون من دارم که مایل بودم اینجا تعریف کنم برای شما، مرتبط هست با برنامه ما. روزی که تهران رو آتش زدن، شبی که تهران رو آتش زدن، 13 آبان ماه 57، فردای اون روز ما در تماشا جمع شده بودیم مثل روزهای دیگه. روانش شاد، پرویز نقیبی سردبیر ما بود و چون چاپخونه 25 شهریور اعتصاب کرد، به ناچار تماشا هم انتشارش متوقف شد، وارد اعتصاب نشد. روزنامه نگاران در تماشا، مجله تلویزیون. من پیاده از روزول، تخت طاووس اون زمان، را افتادم، که هنوز تخت طاووس هست، اسمش عوض شده، را افتادم به طرف میدون 25 شهریور و همین خیابان روزول رو به پایین، روبروی امجدیه جعفر والی رو من دیدم که رو به بالا میرفت و خندان و دستاشو باز کرد در آغوش کشیدن من و همدیگه رو بوسیدیم. بعد از مدت ها بود میدیدیم و تقریبا شوق زده میگفت انقلاب هست، انقلاب جمشید، و به زودی تئاترهایی خواهیم گذاشت چنین و چنان. امیدهای بسیار داشت. تهران هنوز در جا جایی در آتش میسوخت. من واکنشی که داشتن، والی متوجه شد چندون از انقلاب خرسند نیستم، از روالی که در جریان هست. گفت مثل اینکه خوشحال نیستی. گفتم من خیلی خوشبین نیستم به این چیزی که در جریان هست. ولی به من گفت خواهی دید، نه اینطور نیست، خواهی دید جمشید که تئاترهایی خواهیم گذاشت. آرزوهایی بسیار شریف داشت جعفر والی مثل بسیار دیگه. بعدها دیدم از زبون جعفر والی من شنیدم و خوندم، به مناسبت درگذشتش نیست، باستا پیدا کرده که ما گرفتاری های گذشته به جای خود هست و گرفتاری های بسیاری هم سربار اون شده. همدلی و صمیمیتی میخواد کار در تئاتر که هیچ کدام رو در عالم تئاتر نداریم. و از بعضی نقش هایی که بازی کرده ابراز پشیمانی کرده و از آقای نصیریان، علی نصیریان هم، که البته بهرحال از ایشون هم نقد کرده که ناراضی است از تئاتر و کار تئاتر نمی کنه، در جاهایی اشاره کرده آقای والی، و به هر حال سرخورده. تأسف بسیار هست. آرزوهای شریفی که به باد رفت در همون آتش تهران 13 آبان سوخت. روان والی شاد باد. کسانی چون او که زحمات بسیار کشیدن، اما انقلاب نه تنها روالی رو که رو به پیشرفت داشت در عرصه تئاتر بر اونها بست،
بلکه بسیاری از اونها رو خانه نشین کرد. پرویز فنیزاده در اثر نارسایی خدمات پزشکی جان باخت و بسیاری دیگه چون اون. دور از هنرمندانی که دست در دست حکومت و وزارت ارشاد نگذاشتن، اونها خب وضعیت دیگه ای داشتن. گفتم مناسبت این بود که بسیاری از اهل تئاتر ما همچنان دوچار مشکلات هستند، دوچار مسائل و موضوعات مختلف، همونطور که اهل سینما، همونطور که اهل سینمای ما بسیاری با انقلاب خانه‌نشین شدن. پیش از همه چهره محبوب میلیون ها ایرانی محمد علی فردین، فارغ از دوست داشتن یا دوست نداشتن سینمای فردین، چهره محبوبی بود برای میلیون ها ایرانی، همچنان که هست. در بدرقه او دلبستگی خودشونو نشون دادن. مرزبندی ها همیشه مشکل زا بوده، چه در سیاست چه در هنر. هنرمندان ایران، اونها که نادیده گرفتند خانه نشینی هنرمندان دیگر رو در پی انقلاب، به خطا رفتند و این خطا متاسفانه دامنگیر بسیاری از اونها نتایجش نیز شد. روان جعفر والی شاد و روان همه زحمتکشان تئاتر و سینما و تلویزیون که همراه و همدل مردمان بودند. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. چند خبر هست که مایل هستم با شما عزیزان در میان بگذارم. در محمود آباد اعلام شده که در حال حاضر 60% از مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور جوانان هستند. خبر است بسیار تأسف انگیز. این در یک شورای مبارزه با مواد مخدر در محمود آباد در مازندران، در واقع که یک مجلس سخنرانی بوده، در اونجا فرماندار محمود آباد آقای یحیی یوسف پور اعلام کرده. من یک بار سعی کردم جمع بزنم، نمیدونم مصرف مواد مخدر به چه شکل هست، ولی فرض کنید هر مواد مخدری 10 گرم هر کسی در روز مصرف کنه، آمار دولتی این بوده که 2 میلیون نفر معتاد هستن. قطعا بیشتر از اینه. هیچ آمار دولتی در کشورهای مثل ایران خب قابل اعتماد نیست، حداقل ترین میدم، ولی فرض میکنم 2 میلیون ضرب در 10 گرم میشه 20 میلیون گرم، هر گرمی هم 1000 گرم میشه 1 کیلو، یعنی 20 تن در روز مواد مخدر در ایران مصرف میشه حداقل. این رو بدون یک قدرت بزرگ در داخل کشور یا چند قدرت سهیم در قدرت بزرگ میشه 20 تن مواد مخدر در روز مصرف کردن. اگه ما در روز 20 تن تروبچه تولید میکردیم، الان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا بودیم، صادر میکردیم تروبچه. باز خانم معصومه ابتکار در مقام گزارشگر به اصفهان رفتن برای شرکت در یک جشنواره عکاسی، مسابقه ملی عکس با عنوان در راه مدرسه که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. ایشون مسئول سازمان محیط زیستن و همین دلیل تالا در اونجا اومدن در مسابقه، یعنی هر دو کار نابجا. در مسابقه ملی عکس راجب وضعیت رودخانه کارون صحبت کردن که رودخانه کارون حال خوبی نداره و 12 تالاب هم در فارس خشکیده، خشک شده.
این موضوعات در مسابقات ملی عکاسی میگم هر دو سرش نمیدونم، ایشون به عنوان گزارشگر حالا باید منتظر بود که گزارش مسابقه ملی عکس رو در سمینار مثلا آلودگی هوای تهران مطرح کنن، مسابقات عکاسی در اصفهان رو. و میگم مسئولان جمهوری اسلامی چون مسئولان چند منظوره بیشتر هستن، اینه که گاهی کار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران میکنن، گاهی که نه بیشتر اوقات مرتب خبر میدن. از جمله خانم معصومه ابتکار، فردا ممکنه من و شما مسئول این مشکلاتی باشیم که ایشون اشاره کردن. به هر حال یک گزارش هم داریم که از روزنامه نشریه شهروند هست در تهران، در همین مسیر هست، آبیاری 2400 هکتار زمین کشاورزی با فاضلاب در استانهای البرز، آذربایجان غربی، تهران و کرمانشاه. این را آقای خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرده، یعنی یک مقام دولتی. و این خوب قابل توجه هست، 2400 هکتار زمین کشاورزی محصولات با فاضلاب وقتی آبیاری بشه، پیامدهاش بیماری هایی هست که میبینیم رو به گسترش هست در تهران. چون دولت و حکومت و مسئولان مسئول چه کاری هستن؟ خانم ابتکار که مسئول اشاره کردن در نمایشگاه عکاسی هستن در اصفهان و اونجا راجع به آلودگی خشکیدن تالاب‌های شیراز و وضعیت کارون صحبت کردن. مسئولان مشغول کارهای دیگه هستن، فرصت ندارن برای کارهای اصلی، از جمله اینکه 1200 مجرم در فضای مجازی در پایتخت بازداشت شدن. شما فکر کنیم برای اینکه شناسایی بشه مثلا چه مجرم فضای مجاز، اینترنت رفتن شناسایی بشن، شنود میشن چند و چندین نفر، 1200 حداقل با رفتن و آمدن و بازداشت و گرفتن و زندان و همه اینها و بعد دستگیری. دستگیری یعنی واقعا هنوز کسی بازداشت نشده مجرم هست، چون دستگیری برای مجرم، کسی از زندان فرار کرده قطعیت داشته حکمش و دستگیر میشه بازداشت شدن. به هر حال اون یک مسئله حقوقی است، اما هر نفر حداقل 5000 نفر درگیر بازداشت این افراد هستند، یعنی حدود 6000 نفر. باز این 6000 نفر 6000 تا بیل میزدن، کارت‌های تروبچه، باز تروبچه تولید میکردیم، همین کشورهای جنوب خلیج فارس صادر میکردیم، سبزیجات، سیفی کاری، هرچی، خیار تولید میکردیم، یه دردی میخورد گزمه های حکومتی. به پایان برنامه رسیدیم، با ما در تماس باشین از طریق شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیون میبینید، پیام های خودتون رو برای ما بگذارید، حتما در برنامه پنجشنبه شب تفسیر خبر پیام های شما نازنینان بازتاب داده خواهد شد. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان و آسماری، کوشا، الوند، کو و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.